نیستند. اگر متن را به دو اندازه مساوی نیز تقسیم کنیم، باز می توانیم کنتراست سایه روشن را با آن نمایش دهیم، زیرا قسمت سنگین تر سیاه بر کل متن غلبه دارد. اگر تون یا رنگ مایه روشن تری را به جای سیاه انتخاب کنیم، قسمت تیره باید به نسبت قسمت روشن بزرگتر گردد تا حالت سنگینی و غلبه‌ای که بر اثر این تاکید بصری صورت گرفته است حفظ شود. در این شکل ملاحظه می‌کنید درست است که رنگ مایه هرگز چنین منظم و هندسی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ولی با تحلیل ترکیب بندی های مختلف از نظر تاریک روشنی یا رنگ مایه می توان میزان کنتراست را که در آنها به کار رفته است ارزیابی کرد. رامبراند کسی بود که برای کنترل و به وجود آوردن آثارش از حد مفرط کنتراست در رنگ مایه یا تاریک روشنی استفاده می نمود و به این دلیل است که آثار نقاشی او از قوی ترین و جذاب ترین آثار بصری است که تاریخ هنر به خود دیده است. کنتراست در رنگ. و در این قسمت سعی دارم شما را با کنتراست در رنگ آشنا کنم. می‌دانیم رنگ مایه یا تونالیته در ارتباط با محیط از اهمیت خاصی برخوردار است. در نتیجه هنگام به وجود آوردن کنتراست نیز این عامل نقش مهمتری از رنگ ایفا می‌کند. از سه جنبه‌ای که برای رنگ قائل شدیم، جنبه رنگی، میزان اشباع و درخشندگی، آن که به جنبه سایه روشن یا رنگ مایه نزدیکتر است، یعنی میزان اشباع آن از همه مهمتر است. ایتن نظریه خود را درباره رنگ ها بر مبنای ساخت های موجود در آنها قرار داده است و کنتراست های مختلفی را در این زمینه مطرح می کند که مقدم بر همه آنها کنتراست رنگ مایه است. قبل از این نوع کنتراست، مهمترین کنتراست رنگی کنتراست سرد و گرم باشد که در آن رنگ ها را به دو گروه گرم یعنی زرد و قرمز و سرد یعنی آبی و سبز تقسیم می کند. کیفیت دور شونده و عمدار رنگ سبز و آبی باعث شده است که از آنها برای نشان دادن ساخت های دور استفاده کنند، در حالی که کیفیت قوی تر قرمز زرد را به هنگام بیان انبساط مورد استفاده قرار می دهند. از این کیفیات در تجسم بخشیدن به فضا استفاده های شایانی می شود، زیرا از طریق گرمای رنگ تقریبا مقدار مسافت را می توان حد زد. ایتن کنتراست های رنگی دیگری نیز مطرح ساخته است که از آن جمله اند کنتراست مکمل ها و کنتراست همزمان. کنتراست مکمل ها تعادل یافتن نسبی رنگ های سرد و گرم است. بر طبق نظریه رنگ مونسل، در گردونه رنگ، رنگ های مکمل در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. رنگ های مکمل به صورت جامد یا ذره‌ای دو خصوصیت دارند. اول آنکه هنگام مخلوط شدن، تولید نوعی میانه خاکستری می کنند. دوم آنکه اگر در مجاورت یکدیگر قرار گیرند، خصوصیت رنگی یکدیگر را به شدت بسیار زیادی نمودار می کنند. این دو در نظریه مونسل به نام کنتراست همزمان خوانده می شود. مونسل رنگ های مکمل یا متضاد را از طریق پدیده فیزیولوژیک پس تصویر که بدان اشاره شده از تعیین کرد. پس تصویر به این ترتیب به وجود می آید که اگر مدتی به رنگی خیره نگاه کنیم و سپس به صفحه سفیدی نظر بیاندازیم، برای چند لحظه رنگ دیگری پیش چشممان ظاهر می شود. آن رنگ همان پس تصویر است و مونسل آن را به عنوان رنگ متضاد یا مکمل رنگ نخست معرفی می کند. این جریان را به ترتیب دیگری نیز می توان مشاهده کرد. اگر مربع کوچک خاکستری رنگی را
بر روی صفحه رنگی قرار دهیم، مربع خاکستری به رنگ مکمل رنگ صفحه دیده می شود. مثلا اگر صفحه قرمز باشد، مربع خاکستری مایل به آبی دیده می شود. به عبارت دیگر، رنگ مکمل نه تنها پس از نگاه کردن به یک رنگ دیده می شود، بلکه درست همزمان با نگاه کردن به یک رنگ نیز رؤیت رنگ مکمل مانند نوعی پاک کننده فیزیولوژیک است. چشم ما به هر رنگی که نگاه کند برای خنثی کردن تأثیر آن رنگ، همواره رنگ مکمل را بدان می افزاید تا تأثیر آن رنگ را خنثی نماید و به حد متعادل رنگ خاکستری برسد. تلاش چشم برای رسیدن به این حد اعتدال وقفه ای ندارد و در اینجا وسیله رسیدن به آن کنتراست است. کنتراست در شکل. و در این قسمت سعی دارم شما رو با کنتراست در شکل آشنا کنم. تمام دستگاه ادراک حسی انسان نیازمند نوعی آسایش بصری، تعادل کامل و یا تراز کردن است و کنتراست درست خلاف این جریان حرکت می کند. هنگام استفاده از هر عنصر بصری می توان بلافاصله از تحرک کنتراست در جوارش به صورت نیروی استفاده کرد. یک شکل ساده و منظم و آسوده را می توان به زیر تسلط یک شکل نامنظم و تصادفی درآورد که موجب جلب توجه بیننده شود. در این شکل بافت‌های نامتشابه در جوار یکدیگر کیفیت خاص خود را بهتر جلوه‌گر می کند. و در این شکل اندازه ها و کیفیت های متضاد عناصر بصری در کنار یکدیگر موجب روشن‌تر شدن معنای بصری آنها می شوند. فایده اصلی این تکنیک برجسته کردن معانی می باشد و در عین حال می تواند حالت و احساس کلی یک عبارت بصری را به نحو قابل توجهی روشن کند. کنتراست در واقع تقویت کننده مقاصد طراح است.
امیدوارم 11 برنامه مبانی طراحی که شامل جنبش و تحرک در کنتراست و فنون ارتباط بصری بود مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا قسمت 13 برنامه مبانی که شما را با انواع سبک ها آشنا خواهم کرد، شما بینندگان و دانشجویان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.